سلام به همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. چرا آسیایی ها همیشه ماسک میزنند؟ اگر تا به حال در یکی از کشورهای آسیای شرقی بوده اید یا تصاویر و برنامه‌های تلویزیونی آنها را مشاهده نموده اید، احتمالاً متوجه این امر شده اید که صدها نفر از مردم آن کشورها در وسایل حمل و نقل عمومی، کافه‌ها، خیابان‌ها و دفاتر کار ماسک جراحی به صورت می‌زنند. در کشور ژاپن، کره، چین، ویتنام، مشاهده ماسک بر چهره به یک امر روزمره و معمول تبدیل شده. حتی همیشه برای نوزادان نیز ماسک می‌زنند. این گونه به نظر میرسه که آشکارترین دلیل برای این کار جلوگیری و پیشگیری از سرماخوردگی است. حداقل همه چیز به این دلیل آغاز شد. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. حداقل زدن ماسک از ورود میکروب ها به بدن جلوگیری میکنه. گرچه برخی از ویروس ها مشکلی برای عبور از ماسک ندارند، اما یکی از دلایل اصلی ماسک زدن اینه که افراد بیمار برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران ماسک میزنند. ژاپنی ها عادت ندارند از یک روز کاری صرف نظر کرده و سر کار نروند، حتی اگر احساس خوبی نداشته باشند. وقتی که بیمار هستید، دائما به هر کجا که می روید پس از ترک آن محل، ردپا و آثار میکروب های شما در آن محل باقی می مونه. بر روی صندلی های وسایل نقلیه عمومی، درها و ریل های دستی همیشه دلیل زدن ماسک یک احساس مسئولیت اجتماعی است. قرار نیست اگر مریض شوید تمامی افراد اجتماع را در معرض بیماری و خطر قرار بدید. این بخشی از طرز فکر آسیایی هاست. در طول فصل سرما و شیوع بیماری واگیردار آنفولانزا، هر مرد و زن و نوزادی برای پیشگیری از بیماری ماسک میزنند. هرچه تعداد افراد کمتری دچار بیماری شوند، سرایت بیماری به دیگران کمتر خواهد بود و درمان آن سریعتر خواهد بود. دلیل دیگر زدن ماسک آلودگی هواست. شهرهای صنعتی و وجود هزاران اتومبیل باعث آلودگی هوای پاک میشه. اگر سوار موتورسیکلت میشوید و هزاران نفر در چین و ویتنام از آن استفاده میکنند، پس نیازمند ماسک هستید. ماسک زدن نه تنها از شما در مقابل گرد و خاک و گازهای گلخانه‌ای محافظت میکنه، بلکه از برخورد حشرات پرنده با صورت شما جلوگیری میکنه. ماسک همچنین در برابر آلرژی مؤثره. پایان ماه فوریه سرآغاز فصل حساسیت برای مردم ژاپن. برای چندین ماه گرده‌ها و تا پایان ماه مه در سراسر کشور پخش میشه و زندگی رو برای کسانی که به اون حساسن سخت و ناخوشایند میکنه. چشمان قرمز، آبریزش بینی و خارش بی‌ضررترین علائم آلرژی هن. جای تعجب نیست که مردم در طول بهار ماسک‌های خودشون رو بر نمی‌دارن. در کشورهای آسیایی که زمستان‌های سرد و سخت و یخبندان دارن، زدن ماسک‌ها میتونه از صورت در مقابل سرما کمک کنه. ماسک ها برای خانم ها واسطه‌ای برای پنهان کردن صورت در مواقعی که شما وقت لازم برای آرایش کردن ندارید می باشد. پس از زدن ماسک به چشمان خودتون ریمل بزنید تا عالی به نظر می رسید. آقایان نیز در این صورت مزیت خاص خودشونو دارن. اگر صبحا نتونستن صورت خودشونو اصلاح کنن، میتونن اون رو با زدن ماسک مخفی کنند. آسیایی ها انقدر زیاد از ماسک استفاده میکنن که پس از مدتی جزئی از کمد لباس آنها میشه. جوانان سعی میکنن از رنگ ها و شکل های مختلف ماسک برای ست کردن با لباس خودشون استفاده کنند. تولید کنندگان اونها رو به عنوان یک لوازم جانبی مرسوم در رنگ ها و مدل و مواد مختلف تولید میکنند و طراحان آسیایی ماسک ها رو عنصر اسمارت کالچر مینامند. دلیل دیگر ماسک زدن در کشورهای شرقی آسیا اینه که ماسک مانند نقابی به پنهان کردن احساسات شخص کمک میکنه. اگر نمیخواهید غم و اندوه و شادی خودتون رو با دیگران به اشتراک بگذارین، ماسک زدن در این امر به شما کمک میکنه. این یک هدیه واقعی برای افراد درونگراست که احساس خوبی نسبت به صحبت کردن با افراد غریبه ندارن یا به سوالات دستیاران فروشگاه پاسخ دهند. بعضی افراد همچنین با زدن هدفون در هنگام رفتن به هر مکانی احساس امنیت و اطمینان خاطر میکنند. بازار فروش ماسک‌های آسیایی بسیار پر رونقه. مردم ژاپن سالانه فقط 230 میلیون دلار صرف خرید ماسک می‌کنن که در انواع مختلف وجود داره. یکی از تولید کنندگان ژاپن حتی تولید ماسک‌هایی رو که به کاهش وزن کمک می‌کنه رو شروع کرده. آنها رنگ و عطر خاصی دارن که باعث تحریک سوخت و ساز بدن میشه و به صاحب ماسک کمک می‌کنه تا بدنش فرم و شکل مناسبی بگیره. اما این تنها سنت جالب در آسیا نیست که باعث تعجب بیگانگان شده. این فرهنگ باستانی در خود صدها رمز و راز داره.
قاره آسیا بزرگترین قاره از لحاظ مساحت و جمعیته، بزرگتر از کل مساحت سطح ما با مساحتی در حدود 4.6 میلیون کیلومتر مربع. جمعیت کل قاره آسیا 60% از جمعیت کل جهانه. تنها یک استان کشور چین یعنی سیچوان بیش از کل جمعیت کشورهای یونان، پرتغال، هلند، اتریش، گواتمالا، مالزی، استرالیا و کانادا جمعیت بیشتری داره و این استان چهارمین استان بزرگ کشور چینه. اگرچه چین دارای 5 منطقه زمانی مختلفه، اما رسما فقط از یکی از اونها استفاده میکنه. دولت این قانون را در اواسط قرن 20 پذیرفت تا مردم چین بیشتر با هم متحد شوند. به همین دلیل وقتی در پکن ساعت 6 آفتاب طلوع میکنه، سرزمین های غربی تا طلوع آفتاب 2 ساعت دیگر در تاریکی هستند. سال جدید ویتنامی تت تولد هم است. در تقویم اولین روز از ماهی که بعد از پایان زمستان شروع میشه روز سال نوه که چندین روز برای اون جشن گرفته میشه. ویتنامی ها و کره ای ها یک سال سنی خودشون رو بر اساس سال قمری محاسبه میکنند. بنابراین حتی اگر کودکی چند روز قبل از سال تت یعنی سال نو متولد بشه، تا پشت سر گذاشتن اولین تت خود یک سال نخواهد شد. سال نو در کشور تایلند از 13 آوریل تا 15 آوریل جشن گرفته میشه و یکی از قدیمی ترین جشنواره هاست که نشان دهنده تغییر فصوله. یکی از رسوم و آیین های اصلی این تعطیلات پاشیدن مخلوط آب، آرد و پودر به یک دیگره. ژاپنی ها بیشترین تناسب اندام رو در میان کشورهای پیشرفته اقتصادی دارند و این امر توسط قانون وضع شده که همه باید اندامی مناسب داشته باشند. دور کمر مردان نباید بیشتر از 85 سانتی متر و دور کمر خانم ها نباید بیشتر از 88 سانتی متر باشه. کسانی که این قانون رو نقض میکنن جریمه یا زندانی نمیشن، بلکه یک مشاوره پزشکی دریافت میکنن و معمولا تحت رژیم غذایی دولت قرار میگیرند. این کار برای سلامتی افراد انجام میشه، زیرا اضافه وزن بیش از حد باعث بیماری های مختلف میشه. بنابراین این روشی برای وزن کردن شماست تا شما بیش از حد وزن پیدا نکنید. چینی ها فرزندان خودشون رو بر اساس و پس از وقوع وقایع نامگذاری می کنند. در سال 1992 میلادی کشور چین میزبان برگزار کننده بازی های المپیک شد. سپس 680 نوزاد تازه متولد شده آیوان نامگذاری شدند که به زبان چینی معنی آن بازی های المپیک. نام های محبوب دیگری همچون ایجاد ملت، سفر فضایی و مدافع چین نامگذاری می شن. ولی به نظر نمیاد تعداد زیادی از نوزادان پاندای کنفوکار نامگذاری شده باشند. در ویتنام مردان ناخن‌های خودشون رو بلند نگه می‌دارن. این امر نشانه بلندپایه یا درجه یک بودنه، زیرا فقط افرادی که هیچ کار سختی انجام نمیدن میتونن ناخن‌های بلند نگه دارن. اون مردها عمدتاً افرادی هستن که در مغازه‌ها و سالن‌های زیبایی کار می‌کنند. مردم ژاپن چرت زدن در طول روز رو اینموری می‌نامند. در ژاپن اگر شما رو در حال خوابیدن در دفتر کار ببینن، شما رو قضاوت نمی‌کنن و شما رو تنبیه نمی‌کنند و البته برعکس به اون ارج می‌دهند، زیرا این نمایانگر آن است که شما زیاد کار می‌کنید و وقت نمی‌کنید در منزل خود بخوابید. همچنین ثابت شده که استراحت کردن با چرت کوتاه در طول روز در سرحالی و بازیابی انرژی فرد مؤثره. غذای معروف ژاپنی‌ها سوشیه که ریشه آن به آسیای جنوبی برمی‌گرده. دو ترکیب اصلی برای تهیه این غذای شرقی برنج و ماهیه. نسل‌های ژاپنی سال‌های سالی که سوشی می‌خورند. حتی اکنون باکتری خاصی در روده خون دارند که بهتر از مردم دیگر کشورها می‌تونند جلبک دریایی رو هضم کنند. حالا نظر شما چیه؟ کدام یک از این سنت‌ها یا واحدهای آسیایی شما رو بیشتر شگفت‌زده می‌کنه؟ حتما نظراتتون رو در قسمت کامنت این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.